چطوری بچه ها، خوش میایم به رادیو اکتیو زون. امروز با هم میخوایم به ترک جدید زیروتون مانکیز ریاکشن بریم به نام ناقابل. این ترک همونطور که روی کاور پیداست و قبلا هم خود زیروتون مانکیز صحبت کرده بود، به یاد حمیدرضا روحی عزیز خدا رحمت کرده خونده شده و کسایی که فکر کنم دیگه همه بشناسن، ولی حمیدرضا روحی یکی از کسایی بود که یعنی کشته شدگان این انقلاب اخیر بود که خیلی هم پسر خوشتیپی بود، فکر کنم مدل بود و هم اینکه کلا با رپ فارسی اینا خیلی اونس داشت و توی اینستاگرامش پر بود از داب اسمشایی که با آهنگ رپر رپ فارسی درست کرده بود که بیشتر از همه زیروتون مانکیز بود که این خیلی تونیو تحت تاثیر قرار داد و واسه همین این ترک رو منتشر کرد و آردی هم همش داره راجبش پست میذاره، حتی فکر کنم عکس پروفایل اینستاگرام تونی هم الان حمیدرضا روحیه. به شدت مشتاقم ببینم چطوری هست. تونی هم یکی از اون رپرهایی بوده که این چند ماه اخیر اصلا ساکت نشسته و چند تا ترک اعتراضی سنگین داده. این هم یکی دیگه از اونها. سری بریم و بیایم و ببین ترک برای شده. توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن. ناقابل وقتی میشنویم اتوماتیک یاد آلبوم خفن مامرز شایع میفتیم، اون آلبوم فکر کنم 4-5 ترکی که داد و به نظر من شاید اگه بهترین آلبومش نبودی که از بهترین آلبوماش بود. و حالا جالبی این اسم چیه، این که ناقابل داده یعنی اسم ترک رو گذاشته زیروتون مانکیز، فکر کنم به خاطر اینکه آقا مثلا این فقط یک چیز خیلی ناقابلیه که من دارم منتشر میکنم به خاطر این وقایعی که افتاده و یکی از اون وقایع همین حمیدرضای عزیز بود که فوت شد. بریم با هم گوش بدیم ببینیم که چطوری هست. لتس گو. بیت این کارم که طبق معمول کوسفینگر زده به همراهی حسین امینی، خفنای روزگار. لتس گو. It's Cosfinger baby. Hi. This one's for my people, free all my people. 021K. It's Cosfinger baby. Listen look. واسه داشته نداشتم همینه. بهش میکنم ترک و تقدیم. همین دوستاش بیتای اولیور. وایس خیلی باحال گفت. اصلا همون چیزی گفتم، گفته اون یه چیز ناقابله، گفت این چیز ناقابل واسه داداش نداشتم همینه. 021K. ای کاش زنده بود و اینو میشنید. مثلا یکی از رپرهای مورد علاقهش داده یه ترک میده برای اون فرد و حتی میگم عکس طرفو گذاشته روی کاور. لسن لو واسه داشته نداشتم همینه. بهش میکنم ترک و تقدیم. همین دوستاش بیتای اولیور باشه جام لاینش مثل شسمین بدون حمید ایران پشتش. شسمین هم همون ترک یکی از ترک مورد علاقه حمید، همون ترک شسمینی بود که از زیروتون مانکیز بود که فکر کنم دیس هم بود. همین دوستاش بیتای اولیور باشه جام لاینش مثل شسمین بدون حمید ایران پشتش. انتقامشو میگیریم سنگین. اگه هر یه نفر بشه کشته، یکی برادرای حوزه است بعدی رپر سپاهی جفتش. چون یه چیزی بود میگفتن هر نفر کششه 1000 نفر پشتشه، بعد میگه هر نفر کششه بعدیه برادرای حوزن که کشته میشه. اگه هر یه نفر بشه کشته، یکی از برادرای حوزه است بعدیش. رپر سپاهی جفتش به پاد دیگه لندن امنی تن جی جاش از اون زخو کارد لک شد سپاهی سنگین. اگه هر یه نفر بشه کشته، یکی از برادرای حوزه است بعدیش. رپر سپاهی جفتش به پاد دیگه لندن امنی تن جی جاش از اون زخو کارد. اوکی شیت، فکر کنم اینم الان داره تیکه میندازه به ام جی، چون خب ام جی میرفت لندن هم میومد و بعد چک بکنم ببینم زیروتون مانکیز ام جی هم فالو کرده یا نه، یا ام جی هم میگه یا ویلسون، که اینا خب میرفتن لندن هم میومدن و میگه رپر سپایی. رپر سپایی جفتش به پاد دیگه لندن امنی تن جی جاش از اون زخا کارد لک شد توی هکنی. نو فیس ندارم مشکل، چون دیگه میشناسنم مثل بنکسی. بدون هنر خیابون جرمه، پشت لباس نمیشه مخفی. با این که دور از وطنم، درد میکشم واسم وطنم. چرا هرچی جوون و نخبتم. چه بیتی، چه سمپلی. من حدسی که میزنم سمپل کوسفینگر کرده، ولی شاید هم حسینی باشه، نمیدونم. با این که دور از وطنم، درد میکشم واسم وطنم. چرا هرچی جوون و نخبتم. سن من الان زیر کفنم. کی پاسخگوه مرد. امروز صبح که من بیدار شدم اینستاگرام رو چکم، دوباره فهمیدم که یه نفر دیگه اعدام شده، محسن شکاری عزیز خود رحمتش کنه، و 23 سالش بود، یعنی از من یه سال کوچیکتر بود. و اول که قیافشی که میدیدیم این که چقدر از سنش پیرتر نشون میداد. خیلی از کسایی که همسن خود من یا کوچیکتر از منن الان توی ایران زیر کفنم، به قول زیروتون مانکیز، به جرم نداشته، فقط به خاطر اینکه بیان آزادی خودشونو بگیرن. تنم چرا هرچی جوون و نخبت هم، سن من الان زیر کفنم. کی پاس و خوه مرد مومن ها؟ چی میشه این همه حقای خورده؟ دست به کل تا کیان؟ میدونی اصلا چند تا بچه برده؟ من میرانم من
قبل از اینکه ساخته کورسش این که میگه این چی پاسخوه مرد مومن چی میشه این همه حقای خورده دست به کلتا کیان این که میگه این دست به کلتا کیان همیتونی بگی این دست به کلتا کیا هستن همیتونی بگی این دست به کلتا کیان بعدش میگه میدونی اصلا چند تا بچه مرده و خب کیانی که خدا رحمت کرده فوت شد میدونی اصلا چند تا بچه مرده من ایرانم من از درون ایرانم من خیلی ساله آرزوی آزادی دارم ببین میدونی خونه هر یه شهیدو که بریزی بره زیر خاک جوونه میزنه میاد بالا تمام بودم ایران خشن انگار داشت تش که عریضه که نیست آفتاب فرمانده خدا نگه دار توی بغداد ترکی چاش خواست فرمانده سچی بود سلام فرمانده الان واقعا فرمانده خدا نگه دار و واقعا این خبری که الان داره میاد یعنی قشن صدا کلنگشون دیگه داره شنیده میشه این تمومه دارن جمع میکنن برن ونزوئلا بودم ایران خشن انگار داشت تش که عریضه که نیست آفتاب فرمانده خدا نگه دار توی بغداد ترکی چاش خواست چار تن بسیجی جو شاش قاست چه لفظ و حالی میگن قاسم کتلت میگه شاش قاست فرمانده خدا نگه دار توی بغداد ترکی چاش خواست چار تن بسیجی جو توی بقیه طلا ویزیت واسه هر کی تو بیت آغاز میگم شیرم تو آیار چیزی اول آخر IRGC همون سپاهه یعنی اون ترمی که واسه سپاه استفاده میکنم توی خارج از کشور نیت به همه دارم میگم همه میگن که تو بیت رهبری میگم من تو IRGC یه طلا ویزیت واسه هر کی تو بیت آغاز میگم کیرم تو IRGC اول پریده شمام سید دیگه بالا میت نمیره خندان نظرش میشه یک کیلو پسته و مرگش مرموز واسه رفسنجان بدون کارمای خون اینجا پسته رفسنجان خب معرفن طرف مرگ مرموز رفسنجانی که خیلی ها میان خود همین خامنه‌ای رفسنجانی هم کشته چون واقعا عجیب بود کشته شدن خندان نزدش میشه یک کیلو پسته و مرگش مرموز مثل رفسنجان بدون کارمای خون اینجوریاست ماست مالی نمیشه با احکام نمیشه. ما قهرمانمون هوریاست چغالا بگیرن تو قطر جام با این که دور وطن اصلا میگه شما برین تو قطر جام جهانی قهرمان بشید خب وقتی که اینقدر کثیفین یعنی من همش داشتم یه صابونی به دلم میزدم که آقاش نه انشالله مثلا یه پلنی دارن خب ما این همه سال داریم از همین جنریشن بودن 2018 دیگه خب ولی یه کم کم زیاد شدن و حتی خیلی و چند نفر بودن که 2014 همین تیم بودن ما همش داشتیم سعی میکردیم یه جوری به خودمون بقبولونیم که اینا با مردمن اینا مثلا قراره یه کاری بکنن بعد از اینکه جام جهانی تموم شد تازه کلی سند در اومد که اینا فقط می‌خواستن سری پاداششون رو یعنی قبل از اینکه بازی آمریکا رو بکنن داشتن آماده سازی می‌کردن واسه بازی با هلندشون که اصلا معلومم نبود که صعود بکنن بخورن به هلند که آخرام صعود نکردن خدا رو شکر ولی داشتن میگفتن پاداشمون رو بدین قبل از بازی با هلند ما مثلا شارژ بشیم چقدر باید کثیف باشه نمیشه قهرمانمون و از اون طرف هم بوریا غفوری هم داریم بوریاست که قالا بگیرن تو قطر جا با این که دور از وطنم درد میکشم واسه هم وطنم چرا هرچی جوون و نخبت هم سن من الان زیر کفنم کی پاسخوه مرد مومن چی میشه این همه حقای خورده این دست به کلتا کیان میدونی اصلا چند تا بچه مرده من ایرانم من از درون اگر میخواید با پنج بوکس بزنید اگر میخواید بکشید حسین رونقیه صدای حسین رونقی اگر میخواید و چقدر من خوشحالم که آزاد شده یعنی قشنگ یه قدم دیگه به سوی آزادی ما رو تیکه تیکه کنید اینجا وطن ماست و بعد از این یه پست اینستاگرامی هم گذاشت که یه متن بلندی نوشت آخرش هم گفت هر کاری هم بکنید اینجا وطن ماه و ما تکون نمیخوریم نمیتونیم وطن خاکمون از ما بگیریم و خیلی گنگه که ببینید یه حسین رونقی دیگه یکی از بزرگترین چهرهای این اتفاقات بوده 100% وقتی آزادش میکنن هزاران هزار تهدید واسه خودش و جونش و خانواده‌اش گذاشتن ولی وقتی میاد بیرون کمتر از 24 ساعت هم اینستاگرام هم توییتر فعالش شدیده امیدوارم دوباره نگیرنش و اتفاقی واسه خودش و خانواده‌اش نیفته ولی واقعا اگه بخوایم یه هزاران قهرمان داشته این تظاهرات و این انقلاب ولی یکی از بزرگترین قهرمان ها بیشک حسین رونقی بوده من که خیلی حال کردم یکی از ترک های خیلی خفن این چند وقته زیر ترونکی ناقابل شما هم بچه ها حتی نظراتون توی کامنت سکشن بنویسید حرف دیگه ندارم تا ویدئوهای بعدی که احتمالاً
هم ترک سیجل برای ریاکشن میریم، هم به آلبوم هیپوپولوژیست. شاید یکی دو تا ترک دیگه هم این ور اونور باشه که حالا بعد لیستو چک بکنم. تو ویدئوی بعدی زن زندگی آزادی.